امروز میخوام 10 تا از روش‌هایی که برای مخ زدن دخترای اوکراینی لازمه که بدونی رو تو این ویدیو بگم و 2 تا اپلیکیشن هم بهت معرفی کنم برای پیدا کردن دختر اوکراینی که مخشو بزنی. پس این ویدیو رو حتما تا آخر ببین. سلام بچه ها، چطورید؟ خیلی خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه و بعد از مدت ها دارم توی خونه ویدیو میگیرم، بعد از کلی ولاگ که اینقدر قر زدین، کامنت نوشتین که دیگه بسه، چرا اینقدر ولاگ میذارید، دهنمون آب افتاد و فلان این حرفا. از الان میخوام بیشتر ویدیوهای توی خونه براتون بذارم، حالا بین در بینش هم براتون ولاگ میذارم، البته اگر حمایت کنید. الان دیگه واقعا هی میگیم ویدیو کم میذاری، دیر بدین میذاری، واقعا اینقدر درگیر کار هستم، درگیر دانشگاه هستم و یه سری کارهای دیگه که خیلی واقعا وقت کم میارم، ولی سعی میکنم هفته یه دونه ویدیو رو براتون آپلود کنم. یعنی الان هر جمعه شب دارم براتون ویدیو میذارم. اگر بیشتر حمایت کنید، لایک کنید و سابسکرایبمون بره بالا، سعی میکنم هفته دو تا بذارم، یعنی هم جمعه شبا هم یک شنبه شبا که آخر هفته ایران و آخر هفته اینجا هستش ویدیو بذارم، و هر چقدر بریم جلوتر شاید هفته 3 بار و شاید هم بین روزه هفته هم ویدیو بذارم. یادتون باشه توی یکی از ویدیوها که رفته بودم فکر کنم ایرینا رو دیده بودم ای خدا، ایرینا رو دیدم، گفته بودم اگر این ویدیو به 100 تا لایک برسه براتون یه ویدیو میگیرم از راه و روش های مخ زدن، که دمتون گرم، حمایت کردین، بیشتر از 100 تا لایک خورد و حالا قراره توی این ویدیو 10 تا از روش هایی که لازمه توی مخ زدن دخترای توی مخ زدن که نه برای مخ زدن دخترای اوکراینی بدونید بگم بهتون. پس حتما تا آخر این ویدیو رو ببین، همین اولم لایک کن، چون دو تا اپلیکیشن هم میخوام بهت معرفی کنم که توش پول دختر اوکراینیه برای مخ زدن. راستی تو ویدیو قبلی که سگ خریدم بهتون گفتم سگم تو ویدیو بعدی نشون میدم، این الان اومده اینجا دراز کشیده، من دارم ویدیو میگیرم، این کنار من اینجا دراز کشیده، اسمش هم گذاشتم اسپارک، پسره و الان حدودا یه هفته دیگه میشه 5 ماهش. خب آقا بریم سراغ ویدیو. اولین موردی که باید رعایت کنی برای مخ زدن دختر اوکراینی چی؟ این که اول خودت مرتب باشه. قبل از اینکه بری سر قرار. چرا؟ تو مورد هشتم یا اون اواخر متوجه میشی چرا. مورد دوم اینکه آقا جنتلمن باشی و خوشتیپ بری سر قرار. آقامون جنتلمنه جنتلمنه. چون توی دید اول، تو قرار اول خیلی مهمه که اون اخلاقت و اون جنتلمن بودنت و اون تیپت برای دختر قطعا مهمه، چون نگاه اول میبیند و معمولا تو نگاه اول اون تصمیم گیریه و اون دیدگاه ایجاد میشه. مورد سوم، توی قرار اول سعی کنید که گل روز قرمز بخرید، تعدادش هم حتما فرد باشه، حالا اگر زیاد بودجه نداری میتونی یک دونه باشه یا سه تا باشه، یا اگر خواستین بیشتر بگیرین و دست گل باشین، تعداد اون گلها باید، شاخه گلها باید فرد باشه، و اگر زوج باشه مطمئن باشین که تو همون قرار اول گلا رو میکوبه تو صورتتون و خداحافظ. حالا نمیدونم چرا باید تعدادش فرد باشه، اگر شما میدونین تو کامنت ها بنویسین. حالا معمولا یکی، سه تا، پنج تا، هفت تا، نه تا، و حالا تعداد فرد بیشتر باشه. معمولا شاخه گلای بزرگ که مثلا خیلی دیگه میخواین سورپرایز کنین 99 تایی میگیرن یا 101. حالا اینکه چرا تعدادش فرد رو نمیدونم، و از همه مهمتر گل زرد به هیچ عنوان نخرین تو قرار اول، و اینکه میخواین با یه دختری مثلا به این سر قرار به هیچ عنوان گل زرد نخرین، چون اگر اشتباه نکنم گل زرد معمولا برای مرده هاشون میگیرن و به هیچ عنوان نگیرین، وگرنه گل زرد رو میزنن توی صورتتون. خب مورد بعدی، مورد چهارم، سعی کنین توی کافی شاپ یا رستورانی که نسبتاً شیک هست حالا با توجه به بودجهتون قرار بزنین. حالا نه تو مکدونالدز و KFC حالا، ولی شاید مثلا تو قرار اول به اینکه جنتلمن بودن خودتون ثابت کنین، اون مورد دوم شما مثلا پیش قدم بشین که آقا حساب کنید، یعنی هم برای خودتون و هم برای اون فرد مقابلو. ولی معمولا دیگه دخترای اوکراینی اینجا اینجوریان که معمولا دنگی دنگی اصطلاحاً حساب میکنن، حتی پیش اومده که دختر اگر واقعا از اون پسر خوشش بیاد قرار باشه تو قرارهای بعدی ببینتش، خود دختر حتی حساب میکنه. یعنی هم برای پسر هم برای خودش حساب میکنه.
بوده، یعنی از تجربیات بقیه و خودم دارم میگم بهتون. مورد پنجم، سعی کنید زیاد پرحرفی نکنید تو قرار اول و سعی کنید طرف مقابلتون بیشتر حرف بزنه. و مورد بعدی این که سعی کنید ازش تعریف کنید اما نه مستقیم. یعنی چی؟ یعنی مستقیم فقط بهش نگین که خوشگلی، چقدر زیبایی، چقدر خوشگلی، کاکای کراسی وایا، تیوچین کراسی وایا، یعنی به روسیه. نه، مستقیم نگین، چون یک جمله خیلی کلیشه‌ایه و دخترها دیگه معمولا از این جمله خسته شدن. سعی کنید غیر مستقیم، خیلی مرموز، از راه‌های دیگه مخ طرفتون رو بزنین، از زیبایی‌هاش بگین. مثلا رای بیمیرم برات، خیلی دوستت دارم، چه موهای قشنگی داری، چه چشای قشنگی داری، چه بینی قشنگی داری، نمیدونم چه قد خوبی داری، چه استایل خوبی داری. اینجوری ازش تعریف کنید، یعنی مستقیم نگین چقدر خوشگلی، تمام، زرت. و این خیلی کلیشه شده، دخترها زیاد خوششون نمیاد همینجوری فقط بگین چقدر خوشگلی. وقتی که اینجوری بری جلو، خب مخ دختره بیشتر زده میشه. نایس. مورد هفتم که خیلی مهمه و فکر نکنم پسرای ایرانی بتونن رعایتش کنن، اینکه آقا تو قرار اول زیاد اون دختر رو لمس نکنید، بهش نزدیک نشین، بغلش نکنین، بهش نچسبین و بوسش نکنید به هیچ عنوان تو قرار اول. یعنی اگر این مورد هفتم، عدد هفت رو رعایت نکنید، به فنایی. یعنی اگر اینو رعایت کنید قطعا تو قرار دوم و سوم و بعدا اتفاقای خیلی بهتری براتون میفته. مورد هشتم که اینم باز مهمه، بر طبق مورد نهم، بر طبق نه، در ادامه مورد هفتم، توی قرار اول پیشنهاد خونه ندید. توی قرار اول پیشنهاد خونه ندید. اگر اینکه پیشنهاد از طرف مقابل باشه، یعنی دختره مثلا پیشنهاد بده، اوکی، مشکلی نیست، اون پیشنهاد بده. حالا اگر یادتون باشه گفتم مورد اول خونه‌تون رو قبل از قرار مرتب کنید. شاید پیش بیاد که تو همون قرار اول دختره پیشنهاد خونه بده یا بیه بهانه‌ای مثلا بگه بریم خونه مثلا مشروبی بخوریم، غذایی بخوریم یا هر چیزی. خب برای همین سعی کنید توی قرار اول قبلش خونتون مرتب باشه و همه چیز تو خونه مهیا باشه. مورد نهم، سعی کنید بچه از علایقش تو قرار اول بپرسید، مثلا چه غذایی دوست داره، چه رنگی دوست داره، کجا دوست داره بیشتر بره. از علایقش اطلاع داشته باشین، آگاه بشین که توی قرارهای بعدی یکم با آگاهی برین سر قرار. مثلا چه گلی دوست داره، علاقش چی، اگر قرار بود براش کادویی بخرین یا یک چیزی. این تو اون صحبت‌ها سعی کنید یک جوری از زیر زبونش از علایقش بکشید. خب اوکی. خب آفرین. اوکی. مورد دهم که آخر داستان هست، موقع خداحافظی سعی کنید که خیلی صمیمانه بغلش کنید، چون معمولا اینا عادت دارن موقع خداحافظی همدیگه رو بغل میکنن. بغلش کنید، حالا نه خیلی زیاد فشارش بدین که بریزه بیرون همه چی، نه ولی بغلش کنید خیلی صمیمی. بعد گونه هاشو بوس کنید، نه لباش. یعنی اگر لباشو بوس کنید گیم اوور، تمومه، دیگه فکرشو نکن. یعنی اون دیدگاه دختر نسبت به عوض میشه. قرار اول، آخرش خدافظی، بغل و گونه هاشو بوس میکنی. آره. خب این 10 مورد از نکاتی بود که برای قرار اول و مخ زدن دختر اوکراینی لازم بود که بدونید. حالا چه تجربیات خودم، چه شاید خیلی از مواردش شما میدونید، میدونستید. حالا دو تا اپلیکیشن میخوام بهتون معرفی کنم که توی اوکراین خیلی کاربرد داره. من خودم به شخصه میگم تو سالهای اولی که اومده بودم، حالا برای تقویت زبان خیلی مهمه که با دخترها در ارتباط باشی، زبانت تقویت میشه چون مجبوری زبان یاد بگیری. تو سالهای اول شاید به جرات بگم شاید 15 تا 20 تا از طریق این اپلیکیشن مثلا من قرار گذاشتم، دیت گذاشتم و الانم با بیشترشون به عنوان دوست موندم. حتی همون ایرینایی که تو ویدیوی قبلی دیدین، گفتم تو اون ویدیویی که ولاگ گرفتم توی بدو باش آشنا شدم. بدو، آها، اسم نرازه راستی بچه‌ها بدو هست، BADOO فکر کنم. حالا این عکس نرفزاره این گوشه این ور میاد، این نرفزاره هست که اونجا مثلا عکس میاد اینجوری اینجوری ردش میکنین، لایک میکنین، هر کدوم دوست دارین، هر کدوم دوست ندارین لایک نمیکنین، بعد مچ میشه، بعد اونا شما رو لایک میکنن، مچ میشه، به هم پیام میدین. بعد اگه میخوای یه سری دسترسیاش براتون بازتر بشه، باید مثلا یه سری ویدیوهای تبلیغاتی نگاه کنید یا یه سری هزینه پرداخت کنید.
ولی مثلا پیام رایگان هم داره که بتونین رایگان پیام بدین به طرفتون، اونجا هم میشه مخ زد و قرار گذاشت، یکم نیاز به تلاش و استمرار هست. و یه برنامه دیگه برنامه تیندر هست، ولی برنامه بدو برای این که بخواین دیت بذاریم خیلی بهتره به نظر من. امیدوارم بچه ها این ویدیو براتون مفید بوده باشه و جالب بوده باشه. اگر از این جور ویدیوها دوست دارین تا بیشتر توی خونه بگیرم، و اگر ایده یا موضوعی دارین توی کامنت ها بنویسید. این ویدیو خیلی سوتی دادم، امیدوارم ویدیو بعدی کمتر سوتی بدم. توی کامنت ها ایده هاتون نظراتتون رو بنویسین چه ویدیوهایی بیشتر براتون بگیرم، و خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار. لایقش تو قرار اول بپرسی مثلا چه غذایی دوست داره، چه رنگی دوست داره، کجا دوست داره. بابا همش چرت و پرته، مهم اینه که چقدر زبون بلد باشه، زبون باز بشه. اینا همه رو گوش نکنین بچه، اینا همش چرت و پرته. هر جور دوست داریم برین سر قرار، هر جور فکر میکنین مخ طرفتون رو بزنین. بعد از مدت ها دارم توی خونه ویدیویی ضبط میکنم. اینقدر که ولاگ گرفتم برام کامنت گذاشتین که چقدر ولاگ میگیری، بس دیگه. و خیلی وقت هم که تو خونه ویدیویی نگرفتم بذارم. و حالا بین در بینشم. آقا قبل از اینکه میخوای بری سر قرار، خونتو مرتب کن. چرا؟ دیتو زشتم و الانم با بیشتریتشون خدا لعنت کنه اون کسی که این سوتیا رو انداخت تو دهنه ما. اوکی. و حالا قراره تو این ویدیو 10 تا از روشایی که لازمه توی مخ زدن دخترای برای مخ زدن دخترای اوکراینی، و همه اینا رو هم نوشتم. خیلی زیاده یادم میره.